السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال نشری نوبتی برنامه 90 دقیقه رو از شبکه ورزش منظورتون میکنیم و خاطرتون میکنیم که هفته گذشته بازی های دوری پنجم یعنی هفته پنجمی رقابت ها در لیگ اولی با پایان رسیدند و بعضی از دسته ها توانستند نتیجه های خوبی خود را در این موسم و خصوصا در دوری پنجمی چمپیونات تاجیکستان به دست آورند. در برنامه 90 دقیقه چون همیشه کارشناس برنامه مربی شایسته تاجیکستان ظهیر بوبیف قرار دارند. خوش آمدید به برنامه و بیایید در آغاز برنامه یک یک بار توجه میکنیم به نتیجه بازی ها که پنج بازی شش بازی اصلا برگزار شد و قریب که در همه رقابت ها ما شاهد گل شدیم، رقابت هایی که البته بسیار مهم هم بود در این دور. خب بازی نخست دور میان دسته های ریگارتاداس و اسخاتا برگزار شد با حساب 2-0 دسته ریگارتاداس غلبه به دست آورد و بسیار غلبه مهم بود. بعدا دسته استقلال در میدان خود با حساب 3-1 بر تیم حاصلات غلبه به دست آورد که این بازی هم یکی از بازی های مهمی دور بود، اصلا بازی مرکزی گویم خطا نمیکنیم. پنچر با حساب 2-1 کوکتوش رو مغلوب کرد که این غلبه مهم برای پنچر بود و اولین در موسم امسال. برقچی در میدان خود با حساب 1-0 از خوجان مغلوب شد و با همین نتیجه دسته های روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش هم پیروزی خود را توانستن به دست آورند. اصلا نتیجه بسیار خوب هم بود در این دور. خب بیننده عزیز و ارجمند، ها اکنون به واسطه بیاید با شرح و توضیح این رقابت ها توجه میکنیم و شروع میکنیم از بازی ریگارتاداس و اسخاتا که با غلبه میزبانان به انجام رسید و سر اول توجه میکنیم با گل های دسته ریگارتاداس که چگونه به هدف رسیدند. یادآور میشویم که این بازی در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و در دقیقه ششم رقابت با پاس شرفجان سالیف کواد و فریمپونگ حساب رو باز کرد و در دقیقه 66 رقابت دوبار ضربه پنالتی تعیین کرد که اون رو خودی شرفجان سالیف به هدف رسانید و حساب رو 2-0 با فایده ریگارتاداس کرد. یعنی ریگارتاداس توانست که در یک بازی بسیار هم مشکل غلبه خود رو به دست آورد. جالب اون است که ریگارتاداس حالا هم گل سر نمیدهد و این دفعه هم بازی برای اونها بدون سر دادن گل انجام شد. خب ما میبینیم که ریگارتاداس حیاتی پرقوت ندارد، ولی سری موفقیت این رو در چی دیدن ممکن است؟ در بازی خوب، در تاکتیکای سرمربی یا وابسته به هواسمندی که به بازیگران میشود؟ فکر میکنم همه یک جا، برای اینکه اگر ما فکر بازیگران خوب گفتید سالی جان، اگر ما گریم سالیف شرف یکی بازیگران خوب بود. نه من در نظر دارم که بازیگران پرقوت مثل دیگر دسته ها قریب که در بازیگر بسیار یک خوب بود در دسته اولمپی تاجیکستان برآمد میکرد، بسیار یک بازیگر خوب هم است. گفتنی هستم که هم اینو هم اون، یعنی که بینید که مربی سرمربی پیش در سرمربی ها باید که کماند تیم چیکار کنن، باید سرجم کنن و میبینیم که سرجمی هست و اون تاکتیکی که مربی میتید کی اجرا میکند بازینگرو اینه که آفرین گفتن در که بازینگرو که با یک چون یک سرکره از دروازه‌بان ما سرکنه میگه بینید که یک سینسات سنگیم هر یک بازی که میشد همه نگران میشن که در دروازه ریگر کی گل میزده باشه. تا اول هیچ که گل نزده. بله در این رقابت گل زدم با دروازه ریگر تداس، ولی بعد از تماشای وار گل بیکور کرده شد که اونجا واقعا هم خطا از جانب بازینگر دسته اسخاتا به نظر رسید. خب هر دسته یک دوره بحران دارد، دوره که مشکل است. به نظر شما اگر دوره ریگر تداس بعدن روبرو شود همین حالت، یعنی حالتی گیم که بحران برای این دسته، بحرانی نتیجه، بحرانی بازی، چی میباید کرد که ریگارتاداس با چنین حالت روبرو نگردد؟ حکم خیر ریگر هم گریم اگر گفتید که شما هم بسیار یک خوب حرف زدید که ریگر آخر تاریخ دارد. بله ریگر چندین مراتب از 10 مراتب زیادتر چمپیون شده است و فکر میکنم که بچه ها و کلی ستادی مربیان یعنی که همین دروازه‌بانی که گل را سر نمیتید همین خیلی ستادی مربی ها خیلی کار میکنن این هم یک تاریخ خوب دارد که سابق پدر یک از فوتبال باز در وزبان بودن از گودکیشون یعنی که در کدوم دسته؟ در با پدر بودن هولبوک هولبوک واسه بسیار یک در وزبان خوب هم بودن و بینید که تا امروز ما فقط ما اگر بهترین در وزبان گیم بهترین در وزبان فقط همین کس هست آفرین همین خیلی دوام تیان بسیار خوب است. یعنی که بعد اجد تاکتیکی گریم لیوز تاکتیکی ریگر ببینید که تیم یک اسلوب خوب داره، یعنی که توپ ببینید که گیاگرافی توپ میگن یعنی که اداره کنی توپ بسیار خوب است، اداره خوب میکنن، یعنی که
با یک حسیات بسیار مسئولیتی بلند بود. خب توجه شما رو به یک حالت جلب میکنم که اونجا ضربه پنالتی تعیین کرده شد. این هم بعد از اون که گل اسحاق بیکر گردید و ماس در همین حالت دوبار ضربه پنالتی تعیین کرد. خب به نظر شما همین حالت روحیه بازیگران اسحاق رو نشکست؟ برای روحیه بود که البته بازیگر قانون است. وقتی قانون که رعایت نمیکنند البته وار داریم با خیالات که وار هست وار میبیند این چیه وار دیده در حقیقت خلاصه برو وقتی خلاصه‌شان درست بود البته بله و پیش از این حالت وقتی حمله از جانب بازیگران اسخطه بود اون رو چگونه به هم دید وقتی گل بازیگران دسته اسخطه به هدف رسید و گل بیکر کرده شد باز همینجا وار وار رو دید وار دید و وار البته ما بسیار من بازی که وار هست باور کنید که با یک کیفیت تماشا میکنید که میدونیم که اگر خطایی باشد وار چیکار میکنه خطای اسلام میکنه وقتی در بازی که وار نیست بسیار دشوار است بله خب بیننده عزیز اسخطا که حیات خیلی پرخواد دارد اینک یک دوره بسیار مشکل رو سپری کرده است برای اسخطا چی نرسید چون ببینید بازیگران خیلی خوبی حرفه‌ای دارند این دست یعنی سابق بازیگران تیم ملی رو سرجام کرده است اما نتیجه نیست اوه ما در باره ریگر کم تر گاز دادیم همین ترتیب بازی روسا ایگراوه دیسپلین میگه یعنی در اسخط همین چیز دیده نمیشه دیده نمیشه یعنی که در یک بازی دیده میشه یعنی با حوصله یعنی با ما خیال کردیم که در وقتی در فرخور غلبه کردن یعنی خیال کردیم که با همو اسخط چی با سرجامی یعنی که میبینیم که در این بازی از جهت ترتیب بازی ببینید که بازیگرا ترتیب و ایرو میکنه توپ 11 متره یعنی که اگر ترتیب بازی میشد اداره کردن بازی میشد و ترتیب بازی رو وایرون میکنند گلی خود رو بکر میکنند بله 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 یعنی گفتن این هستن که باید اینجا بازیگرای خوب داشتن لیکن اینجا مربی باید کمکک چیکار کند بله. استعداد خودش نشون تیه که من میتونم که تیم چیکار کنم اداره کنم اداره کنم خب بیننده عزیز این غلبه مهم برای لیگ افتاده است امکان داد که دسته با زینه های بالای جدول برایت یعنی موقع خود رو خیلی هم مستحکم کنند واقعا هم نتیجه بسیار خوب و منتظر میشویم که بازی های آینده برای این دسته چگونه سپری میشود و بیاید صحبت دروازه‌بان این دسته رو گوش میکنیم که همکاری ما پرویز محمد امین با او بعد از این رقابت صحبت کرد و فشرده اون منظری ما شما میشود ابراهیم درباره غلبه امروزه دسته ریگر تداس و عموما آغاز موسم چی گفته میتونید ما روسیگاب یکم اولو بالیچکوی دسته را رحمت میگم بعد تренери دستاره سرمربی دستاره که رحمت میگم که مرا باوری کرد مون بعد فوتبال بازی را که به فوتبال بازی مو هیچی من شخصا در روزبان به فوتبال بازی هیچی ام اگر وایو کار نکنه گفتنیم که امی خیر هفته سه بو کوشش میکنیم که ایدا بهتر و خوبتر شوه ان شاء الله از نتیجه خودتون میگفتید پنج بازی میشود که بعد در روزه گل سر نمیدید شما انتظار بودید همین گونه آغاز فعالیت خود را در ریگر تداس ما روسی ریگر تداس یک چیز شید که ما انتظار نبودیم مقصد که در لیگ اولی بازی کردن همه کوششای ما برای یکم لیگ بود ما روسی انتظار برای انتظار بودم همین کارا نه اینکه توی درجه شد روسی توی درجه شد انتظار نبودم نه که میدونیستم که میشه همین کارا نه که توی درجه شد نه یکم بعد با سردار دسته احمد میگم که مرا دعوت کرد همی دسته ریگر تداس ریگر تداس هم میدونن دسته خوب پرقوت دسته با چند کراتا چمپیون های خب اندیشه ابراهیم اسماعیلوف در روزبان دسته ریگر تداس واقعا هم باید احسن گفت با مهارت این در روزبان که حال هم شاید باور نمیکند که چون یک بازی منتظم و استوار نشان داده است یک چیز قید کردن در کس بسیار درست گذارد که اگر به دیفوگارون اینجا دیفوگارون هم گفتن بله سهمی ارزنده دارن یعنی که در دیفو تیم یک ترتیب خوب یک تاکتیک خوبه میتونن که اجرا کنن بسیار خوب است بله خب سرمربی دسته ریگر تداس و همچنین اسخط هم وابسته به این رقابت اندیشه خود رو بیان کردن بیاید با اندیشه اونها هم گوش میاندازیم این غلبه مبارک باشه درباره بازی امروز مقابل اسخط چی گفته میتونید большое спасибо ну что я хочу сказать видно было что اسخط была сильно настроена на нас Я тоже, просматривая их матч, знал, что команда атакующая, команда грамотная. Хорошо, да, я выставил именно сегодня систему так, чтобы начинать с обороны на контратаках. То, что у нас сегодня получилось. Да, мы мало контролировали мяч, мы давали им атаковать. Мы знали, что у них будет вот такое.
Поэтому сейчас еще пойду поблагодарю ребят за победу. خب اوغوزی فعالیت شما در دسته رگارد هداس هاوری میبینیم با نتیجه بهترین سر شد. خب خودتون انتظار بودید که همین خیلی نتیجه می شد و من در پنج دور شاگردان شما یگان بار با دروازه‌شون گل سر نمید. Да, это конечно, как можно сказать, этого никто не ожидал. Ну, как видите, опять мы сохранили опять сухие ворота сохранили. Ну сейчас у нас игра последняя, знаете, что 15 мы принимаем из Стеклова. Так же будем стараться. Большое изменение состава произошло по сравнению с прошлым годом. Ну, видимо, не все еще требования наши услышали и не все поняли, куда они попали. И что нужно выходить и умирать. Не все поняли, не все. Есть часть ребят, которые стараются, есть часть ребят, ну, которые, видимо, не поняли, но мы это исправим. В принципе, я же говорю, даже по содержанию сегодняшней игры не скажу, что стыдно за ребят. Но очки, я думаю, что если мы будем играть так, как играли второй тайм, очки придут обязательно. خب ایگر سوروف اشاره میکرد که ما کمبودی ها رو اصلاح میکنیم و بعضی بازیگران رو هم گفت که نمیدونند که در کجا هستند و در کجا غلطینند چون این به نتیجه بازی دسته اسخت تاثیرش رو میرساند و امیدواریم که این دسته که بازیگران خوب رو سرجام کرده است میتواند در آینده نتیجه خوب به دست آورد. بازی دیگر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی در دوشنبه برگزار شد. استقلال با حساب 3-1 بر تیم حاصلات غلبه به دست آورد و این بازی مرکزی دور بود که شاگردان نیکولا لازاروویچ توانستند غلبه به دست آورند و یادآور میشیم که در این رقابت حملهگری دسته استقلال بلسینگ الکه دو دفعه دروازه دسته حاصلات را رخنه کرد. سراول لیگیونر این تیم در دقیقه 4 رقابت بعد از اشتباه دفاعگری دسته حاصلات توب رو با درون دروازه زد و حساب رو 1-0 کرد و بعدا باز فولبوزانی دسته حاصلات جواب گفتند. شریدین بوبویف در دقیقه 59 با پای چپ توب رو با درون دروازه رستم یتیموف روان کرد، حساب رو 1-1 کرد. اما این موفقیت دسته حاصلات دیر دوام نکرد، زیرا دو دفعه بازیگران حاصل استقلال توسط ضربه های امدانی کمالوف در دقیقه 64 و الک بلیسینگ در دقیقه 68 توب رو با درون دروازه حاصلات زدند و حساب رو 3-1 کردن. یک بازی که واقعا همو انتظار داشتیم حاصلات میتواند یک اندکی هم باشد مانع پیش آورد با دسته استقلال. اصلا از روی بازی حاصلات قریب که قفا نمیموند از استقلال، اما همون خطاهای زیادی که در حاصلات موسم امسال به نظر میرسند باعث به بخت این دسته شدند. خب شما هم از ورزشگاه این بازی رو تماشا کردید و چی خلاصه برآوردید؟ از کدام جهت حاصلات در این رقابت نتوانست مقابل استقلال حتی برای یک امتیاز تلاش کند؟ بسیار خوب بود که شما گفتید از ورزشگاه ما یک جا بودیم. بله. 90 دقیقه، یعنی که من یک بازی خوب انتظار بودم از تیمی هم استقلال هم حاصلات. بینید که لیگیونر رو ما درباره لیگیونر رو ما از همین جا بسیار حرف میزنم، در دقیقه ششم لیگیونر خطایی میکند که باید گودک نمیکند، بین دو پا مرحمت لیگیونر دیگر استقلال چیکار میکنه؟ گل میزند. یعنی که در بلسینگ برای گل اول استقلال اگر ما حاصلات گیریم یا که مربی های حاصلات تحلیل کنند، راهبر های حاصلات کتی همه گل های اینا رو لیگیونر رو میبرند. بله، خطای پروتار متوجه میشیم به همون حالتی که بله. لیگیونر این دسته بله. نتوانست رو از داخل جریمه بیرون کنند، شاید پویش به توپ نرسید. وقتی تو لیگیونر وقتی تکنیکی خودش شاید نباید باشد. بله، من یک خطایی بسیار گفتن گودکانه، اینا مربی هم میگه که گودکانه. بله، نبود که خطایی رو دوداشن. بعد لیگیونر رو بازی کردن میگن بعد خطایی هست. لیگیونر رو که ما میگیم که آفرین، یعنی که گودکایی که میبینن بازی رو دیدید که در گودکای زیاد استقلال تماشا داشت. بله، اونا چی عبرت گیرن از چنین لیگیونر رو؟ خب گلی تا یک اندازه خوبی شریدین بوبویف رو من میخوام اینجا کمی به رشته تحلیل کشیم. از این پیشتر او یک فرصتی بسیار خوب داشت اما استفاده بردن نتوانست. ولی در این لحظه مهارت بسیار بلند نشان داد شریدین بوبویف و دروازه‌بان استقلال تیم ملی رو توانست در حالت نوگوار پیش از همه ببینید که همین اگر ما کامبینیشن گیریم یک پرتافت خوبی رقم 10 شهرام سلیمانوف سابق بازیگر استقلال، شیردین بوبویف هم سابق بازیگر استقلال، یعنی که یک پرتوف تخواه همین پرتوفتاش کم بود، یک تا پرتوف کرده گیم خیلی دیگه نکرده است. شهرام سلیمانوف بله بله بله،
یعنی که یک مهارت بسیار خوب، یعنی که بازیگری که مهارت خوب دارد، یعنی که در همین استقلال اگر ممکن دو بار بهترین هجوم کننده سرزمین مون شده، یعنی که ببینید که مکتبی خوبی، یک مکتبی ورزشی که گذشته از گودکونه، بعد در استقلال، البته استقلال هم برای همه فوتبال بازان جوانی که هست، یعنی که یک عبرت است. عبرت است. خب از همین گل پیشتر شیرین بابایف در پایان نیمه اول یک فرصت خوب رو به دروازه خالی زده نتوانست، یعنی او ضربه رو به دروازه خالی میتوانست در دقیقه 45 روان کند، اما ضربهش از پهلوی دروازه بیرون شد. شما افسوس هم خوردید و انتقاد هم کردید که چرا یک بازیگر حرفه‌ای چنین فرصت رو استفاده برده نمیتواند. در این مورد چی میتوانید؟ در این مورد من میتوانم گفتم که همین پای راستی که شیرالدین، اصلا شیرالدین خودش با پای هر دو پاش یک خیل است، راست و چپ، همین پایی که جراحی گرفته بود، یعنی که آمادگی دارد همین پاش. بعد منم پرسیدم که از همین، یعنی که از جهت تکنیکی هم گیریم به خطایی راه داده شد. ضربه را اگر شما یک بار دیگه ببینید کم تا احساسا داده شد. یعنی نو بسای ما هر دو تماشا داشتیم، گفتیم که شیرالدین وقتی که در همین مورد و جغران میکند و جغران هم کرد، یعنی یک بچه که بسیار چه گوزنیم بسیار، یک گفتیم که بازمون یک تربیه خوبی که مربی دادن به این شخص. بله، شما تصور نمیکنید که وقتی حملگر چون یک فرصت رو استفاده نمیبرد، او به حالتی بد روانی گرفتار میشود، چون بسیار فرصت خوب بود برای شیرالدین بابایف. سر اول دلیر یودگورف یک فرصت رو استفاده برده نتوانست و بعد از همین حمله دروازه‌بان استقلال اشتباه کرد، چون اشتباه رو از جانب دروازه‌بان استقلال انتظار هم نبودیم. بله بله، اگر به روز گفتم ممکن است ما مرحمت هم جای تماشا کنیم، دروازه‌بان در حقیقت اشتباه کرد، ضربه ای که زده شد به کنج دروازه زده شد، بله کم اگر به خطایی رو داد، یعنی که اما پایی که استوار باید است، اپار نپا میگن، اما پا کم اگر باید بود یعنی کنیم، بله بازینگر هم انتظار نبود شیرالدین، نگاه کنید که حتی میتوانیست پس دید شیرالدین با اون بازینگر که در داخل جریمه‌گاه بود، بله بله وریانت بسیار خوب میتونیست پس او در آفساید نبود، ولی خودی او ضربه زد، اما بسیار خطا کرد. من فکر میکنم که همین اگر مورد پاس هم میداد، اگر در آخر فکر میکنم که آفساید میشد، با فکر من همچون ممکن خطایی هم کنم، اگر نو وابسته این بینه که خطایی در وزبان استفاده نبردن، همین خیلی گریم اگر حاصلات میتونه سه گل زنن، بله اگر گلشون رو میزدن سه گل زنن. خب بعدا با دو گلی دسته استقلال هم توجه میکنیم که آمادونی کامولوف و الیک بلیسینگ توانستند در روزه دسته حریف رو رخ نکنند و مخصوصا گلی که آمادونی کامولوف زد، پاس رو ببینید چگونه اولی اجرا میشود از جانب کپیتان دسته استقلال و آمادونی کامولوف توپ رو بعد در این دروازه روان میکند. دیفوگران دسته حاصلات بوس هم در این لحظه دیفوگران شما دروازه‌بان ببینید که دروازه‌بان چه نادرست میبروید، برای چی خه میبروید. من در با دروازه‌بانان وقتی که سرمربی تیم ملی تاجیکستان بودم خوندم، من هم یک سرتیفیکات دارم، بله اندر روکس بورد در خارجه من خوندم، دروازه‌بان اینخه باید رفتار نکنه، دروازه‌بان دو دستون پایان باید باشه، ببینید چخه میپرتوید و چیکو میکنه، و اگر دروازه‌بان هم اینخه دروازه‌بان، یعنی شما در همین گل خطای دروازه‌بان بله. رو میبینید. بله در گل سومی دسته استقلال چی وقتی بلسینگ بعد از چهار دقیقه همین رقابت رو میزنه، گلو نمیشن جای مهارت خوب زده شده است، جای ما دروازه‌بان رو گناهکار کردن نمیتونه. بله دو گل میتونیم گفتیم که دفاعگران و دروازه‌بان خطای کرد در حاصلات هم بگیریم. من همین حاصلات و دیگه کماندور رو میبینم، بسیار کماندوری که هستن و بخت میکنن، بله رو به طرف مربی ها میبیارن که شما مربی ها وقتی لیگینی رو میگیرید یک بار دیگه فهمونید که اهمی 90 دقیقه مربی شویسته تاجیکستان زویر بوبی سر مربی ملی سالها بودن با شما مراجعه میکنید که ای لیگینی رو شما کم اکر وای نکنید خطون، شما اینجا آمده باید مهارت خوب نشان دهید خطون ده. بله یعنی تشکر زیاد، خطایی های بسیار راه میدین. خب تشکر زیاد علیشر توختایف، هم بعد از این رقابت بسیار اصحاری نگرانی کرد از بوزی و اومان از حیات، و بیاید یک بارا فشرده صحبت های سرمربی دسته حاصلات رو گوش میکنیم و بعدا باز در باره بوزی های دیگر حرف میزنیم. خب ما انتظار داشتیم که امسال حاصلات میتواند یگانه دسته باشد که کم هم باشد با استقلال اندکی مونیه شود، اما این چیز رو تا یک اندازه امروز ندیدیم. خطاهای خیلی هم زیاد در خط دفاع، خب بعضی موقع ها شما چه نظر دارید، چه خلاصه برداری کردید از بازی امروز مقابل استقلال؟ نو перво очередь то что вы думали или кто-то думал это ошибочно то что пришёл Тухтаев или какая-то
команда там, и будет какая-то сенсация. Никакой сенсации не должно быть. Я скажу, почему. Подбор игроков не я подбирал. Да, мы сейчас скажем, ну у нас же игроки там с именем. Нет, на поле имя не играет. На поле играет вот твое тело, твоя голова. Неважно, у тебя Мерседес там или миллион на счету. Нет, вышел, играешь. Это во-первых. Во-вторых, когда я принимал команду, ну, мы чуть позже начали. Получилось так, что когда я принимал команду, функционально очень не готовы были ребята. Пока начали форсировать, и я самого боялся, самого большего боялся вот этого, что к третьей, к четвертой игре у нас будет спад. Но у нас раньше, после второй игры, уже пошел спад. خب ما میبینیم که در خط دفاع دفاعگران خیلی زیاد اشتباه میکنن. این بازی اول نیست. خب بازی به بازی همین گونه خطاها زیادتر دیده میشوند. شما چه نظر دارید؟ چی کار باید کرد که این کار حل شود؟ менять всю линию обороны. Ну, не всю, точечно надо менять. Точечно надо менять линию, потому что в обороне так не играют. Анчелотти даже сказал, что он когда пришел в Милан, он вообще не объяснял, как играть в обороне. Мы сейчас скажем, да, это же Милан, ну и у нас уровень чемпионата не итальянский. Ошибок очень много. Поэтому ну, будем разбираться. Мы каждую игру разбираем, вроде выполняем всю установку в зоне атаки, в переходных фазах все есть. Две атаки, два гола пропускаем. Хоп, сармураби дастаи Хосилот Алишер Тухтаев иброз кард ки мо набояд хангомаро дар ин бозиҳо мунтазир шавем. Чиро дар назар доштанд? Чун حاصلات نتیجه خوب داشت ولی وقتی آخر نتیجهش اندک بد شده ایستاد است. در حقیقت علیشیر تختایف درست گپ زدن که دفاع ضعیف است. دفاع و دروازه‌بان در حقیقت همچنان نگاه متخصص من میبینم که بسیار به خطایی رو میدین. یعنی که مهنت زیاده که فوتبال بازان میکنن. بعد این فوتبال بازان یک مخلص های خوبی که من در بالا گپ زدم دارن مثل کلوب و مثل استرفشن و فرخوری هم بسیار یک مخلص های زیاد دارن در جمهوری در مورد اون که علیشیر تختایف گفت پورا باید خط دفاع رو ناو کرد درست عرض زد یعنی که وقت دارد که بسیار بازنگران اینو گفتیم که جراحت داشتن و چخری که از بالا من شما تماشا کردم من به شما گفتم که من این خط دفاع را نمی پرزنم یعنی که یعنی قبول ندارم چی دفاع است چی دفاع را کی گرفته است یعنی که من نمیدونم که چی دفاع است این یعنی دفاعی که ضربه گل ضربه گل فقط به هر صورت روزنه گزارش فوتبال بازون رو منتظر میشویم تو بیستون بعد از مرحله اول یک دیگه به همه علیشیر تختایف به همه کلوبو میگم که شما روشن کلوبم داخل دوره شما برای چی در اون مکتباتونه کمک دقتید سرمربی دقتید سرمربی تیم اول وظیفه دار است بله اگر خواهد که آینده این تیم خوب باشد نه واسه که چنگ کار میکنی بله. یعنی که هیئت دوم بعضی مربیان یک سال شرطنامه میبندند شاید بیشتر توجه میکنن به دسته اساسی ما مربیا باید که فوتبال مون بالا برداریم بله. باید که فوتبال اگر زویر بابا یک تیم قبول کنم من البته از مکتبش دیدار میکنم از دسته نورسون بله چی شما کمبودی داری بله. هیچی نیست که برای ما تیم اول 10 توپ دادن یو که با هم مربی یک شرایط کردن بله. یعنی حواس ما کردن یعنی ببینید که حاصلات فرخور سالای پیش موقتن لیگ دوم بله. استر همه بازنگرای محلی بودن بله یعنی همین چیز حالا من این چیز رو بیشتر متوجه میشم در کلوب مرکزی ورزش هست آفرین اون حیات که حالا شمسی قاسمی جان کرد اکثرا از حیات پر سال نداشتن اینا نداشتن. بله انا ببینید که دقت داده شد مرحمت حاصلش میگیری بله. یعنی حاصلات هم در آینده یا دیگه کلوبای ما همه کلوبای ما شما حرکت کنید که بچه های محلی بسیار بازی کنند این روز هفت لیگنیری که هست این معنی ندارد که ما باید بچه های خودمون را سر نتیم بله.
برای چی هست؟ برای چی؟ یعنی که بچه‌های ما تیار نیستن یا مکتبای ما کار نمی‌کنن، کار میکنن. بله. یعنی که کم اگر با دقت و شرایط باید کرده شود. بله. تشکر زیاد و بیننده عزیز، در این دور اولین غلبه خود رو در موسم امسال دسته پنچر از نوحه جلالدین بلخی و دست آورد. بیاید به فشرده گل‌های این دسته هم توجه میکنیم. بازی دسته ها هم در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد و اولین غلبه شاگردان بویر اگامبردیف رو دو گلی زده فرانک نگونگا، حملگر آفریقایی این دسته، تامین کرد. نگونگا توانست در دو حالت با زدن گل دست یابد. واقعا هم پنچر تمام اون بازی هایی که قبلا انجام داد اون رو فراموش کرده است و برای نتیجه های خوب تلاش کرده توانست. به همین ترتیب اونها با حساب 2-0 پیش صف شدند و بعدا محسن عبدالغفاروف یک گل در سایه کوکتوش رو از ضربه پنالتی به هدف رسانید و بازی به انجام رسید. خب این بازی رو هم فکر میکنم تماشا کردید و کوکتوش که گوه گوه بوزی های عجیب نشان میدهد با اون حیطی که دارد، با اون ستاد مربیانی دارد، اما چیزی نرسید با اونها در بوزی مقابلی دسته پنچر. یعنی نرسید فکر میگنند که پیش از همه تیمی پنچر از خود نکردن، یعنی تحلیل نکردن، تحلیل نکردن. یعنی که پنچری که در حقیقت همه بوزیش باخت با چه باخت، ما میبینیم که با همون جمع خطایی بسیار خطایی زیادی دیده میشه که بله. دفاعگران در دروازه خودشون حتی گل زدن هم گویم خطایی نمیکنیم. یعنی که اون تاکتیکی که مربی پنچر گرفت، بله. مربی کوکتوش انتظار نبود. یعنی که پنچر برآمد فقط برای یه مقصد که بس است ما باید چیکار کنیم، این بازی غلبه کنیم. بله. و همین خیلی هم شد. ما میبینیم که از لحاظ بازی من نگاه کردم، از دقیقه اول معلوم بود که پنچر فقط برای دورنگ نه، برای فقط غلبه بازی میکنند. یعنی برای هر یک توپ چی بود؟ مبارزه. اینا پیش مبارزه میبردن، مبارزه با دغلانه مبارزه میبردن. بله. یعنی چخیل تیز همون چیکار کنیم بازیگر زدن، یعنی که توپوی بوی یا که جریماوی یا که همین خیلی بود. لیکن این روز میبینیم که از جهت ترتیب بازی تیم چی آمادگی خوب دیده و غلبه. بله. خب شما باور دارید که با همین حیطه که دسته پنچر دارد و قریب که قریب 50% حیات رو هم لیگ نرون تشکیل میدهند، مخصوصا بوسینگران از کشورهای آفریقایی، میتونند در لیگ اولی باقی مونند با همین حیات، با همین بوزی. ما اینا همش میتونیم گفته بعد دور اول، بعد مرحله اول، مرحله اول. یعنی که مرحله اول چه تیم ها برآمد میکنند، بعد مرحله دوم مرحله حل کننده میشد. یعنی که در بعد مرحله اول مربی میتونن چیکار کنن، یا دیگرگونی کنن. بله. یعنی که جوی کمبودیشون بازیگر یوبند، یا که بازیگرایی که این قدر دغلی میکنند خیر و مقدم کنند. بله. شما بیشتر بازیگران آفریقایی رو انتقاد هم میکنید در برنامه ها و وابسته به اون که مهارتشون کمتر است، اما مهارت حملگری دسته پنچر رو چی گفته میتونید که دو گل زد و گل اولش بسیار زیبا بود وقتی از کنار چپ توپ رو راست بدن این دروازه دسته کوکتوش رو بجون. من همه وقت میخوام که لیگیانری که میبیاید من فکری آینده فوتبال رو نمیکنم. یعنی که بله. نورسان ما دیدیم استقلال بازی داشت با حاصلات. بله. شما دیدید که زیاده از 100 گودک استقلال میگفت. بله. اونا همه تربیتگران استقلال. بله. هستند. بله. یعنی اومدن برای چی اومدن؟ مربیاشون آوردن که ببینید این بازیگر زرخرید ما. بله. بازیگر خوب است، بد نیست. بله. در همین چمپیونات ما ببینیم که گل‌های خوب میزنند. الیکی. وای خطایی کرد یا نکرد. بله. بعد استقلال خودش یک تیمی است که یک کامبیناسیون خوب میکنند. بله. داشتن توپ اداره کردن با سرعت بلند از دروازه‌بان سرکرگی در چند خطایی هم کرد گویم اگر یکی گلوی خوبم برید دروازه شد نو وابسته. ما همیشه تیم ها باید بسیار داشته باشیم، 5-6 تیم داشته باشیم که او وقت تیم ملی ما ها بالا میره. بله. من ضد این بازیگرای لیگنیر نیستم، من میخوام که اونا بیاین به وطن ما بازی خوب کنن. یعنی با بازیگران ما تجربه دهند، از تجربه دهند. یعنی وقتی این خطایی میکنن اونا در وطن ما چیکار میکنن؟ بله. تشکر زیاد و بیننده عزیز، طرفداران زیادی دسته پنچر هم با این غلبه در موسم امسال تبریک میکنیم و باشد که دسته باز نتیجه خوب هم به دست آورد. و اکنون از این بازی میگذاریم باز به بازی دیگر با اشتراک دسته های برقچی و خوجند، رقابتی بسیار هم مهم و این رقابت هم در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد و با تک گلی دسته خوجند به انجام رسید. در این رقابت آرتیوم سیاردیوک بازیگر دسته خوجند توپ رو بعد در این دروازه برقچی زد از یک اشتباه دروازه‌بانی دسته برقچی و به همین ترتیب غلبه دسته خوجند رو تضمین کرد. خب
ما میبینیم که ورزشگاه مرکزی حصار این شب روز میدان اساسی بسیاری از دسته ها است. اصلا این میدان اساسی دسته بخشی است، ولی کوکتوش هم اینجا بازی میکند، پنچر هم اینجا بازی میکند، خب ریگارد هداس هم اینجا بازی میکند و اکثری دسته ها در همین میدان بازی خود را برگزار میکنند در میدان سنئی. خب اصلا اگر گوییم که برقچی اونقدر تجربه ندارد شاید درست هم میگوییم، ولی در اصل اونها در تیمی 17 ساله ها بازی کردند، جمعومت های زیادی تعلیمی گذارانیدند در خارجی کشور و همیشه یک جا هستند در میدان خود با باخت رو برو شدند. تو یک اندازه این به نتیجه های دسته ضربه زدن هم میتواند؟ یکم سوال شما رو جواب میدیم، اویدی همین استادیونی که ما گاو زدیم حصار، بله. رحمت گفتن در کره اما دریکتر شده و دیگر روش که اینقدر آمادگی میگیرن، تیمایی که استادیون ندارن، باز ندارن، ببینید کلوب دارد، آفرین، حاصلات دارد، حاصلات دارد، آفرین، یا که 20 سالگی خوجان دار، آفرین، او دیگرو چرا شما نمیکنید؟ ما مایش چورابینی نمیبینید. اخر وقتی شما هوادارتون که دیگه خیلی بازی میکنید، میدان سنید شما دیگه خیلی بازی میکنید، میدان حقیقی که ما میگیم دیگر میشه. برای اول فکر میکنن که یکی از کمبودیایی که هست همین تیم ها دارن همه در یک ورزشگاه، در همون ورزشگاه هم یک قینی میشد. بله درست است، ولی اما ببینید که بعضی ورزشگاه هایی که حالا شما نمبر کردید اونها هم پورا آماده نیستند. بسیار از بازینگرها از همون علف طبیعی میدان بسیار نگرانی میکنند که مثل میدان حقیقی نیست، مثل یک چی میگن انگور یا باغی هست که اونجا سبز رویده است. بابا جان برای هوای کمیسرای بازی، بله، وقتی من میبینم کمیسر ظاهر بابا کمیسر نیست، بله، کمیسر رو باید دخل فوتبال درک کنن، درک کنن. شما کمیسر هستید، چون میدان همین قدر بلند است شما بازی میمونه، بله، یعنی که شما فوتبال بازی نکردید فوتبال رو نمیدونید. بله خب بیاید اکنون با شرحی همین رقابت میگذاریم. گلی زده دسته خوجند در دروازه‌بانی دسته برخچی، ببینید چگونه عمل کرد میکند و بازینگر تیم خوجند توپ را به درون دروازه روان میکند. یعنی یک اشتباه اینجا باعث شد که فوتبالبازان خوجند گل زنند و همین طور پیروزی به دست آورند. خوجند با ایسه ایسه حالا نتیجهش خوبتر هم میشود. خب دروازه‌بان محلی، دروازه‌بان خود ما چنین یک خطا میکند، این رو چگونه شرح میدهید؟ دروازه‌بان که بیرق بردار است، این بسیار یک فکر میگن که مربی ها نسبتی دروازه‌بان کار میکنن. یکی من گفتم که ما خونده ایم، ما دروازه‌بان نبودم، یکی من خوندم وقتی سرمربی تیم ملی بودیم، خوندیم، یعنی که خطایی بسیار سخت دروازه‌بان است. نمیدونم برای چی این چنین یک خطایی در روح میتین گودکانه یک گفتیم این خطایی گودکانه نمیفرد صبح چی؟ شاید دورنگ بود، دو بود، صفر صفر صفر. نگیم دروازه خالی، مرحمت تو من در توفه کردی، من این گولو چیکار میکنم وارد دروازه تو میکنی؟ هم خطایی میکنن، هم دویون توفه میتونیست گیرد، نگیم با اینجا با دیفوگار میگیرد چیکار میکنن؟ توفه میکنن. خب تشکر زیاد و بیاید سبب بخت دسته برخچی رو مربی این دسته الیف بیگ بیروموف چگونه شرح میدید و او هم از این بازی تو یک اندازه راضی نیست. خب بازی امروز هم مقابل دسته خوجند ما دیدیم که برای دسته برخچی بسیار مشکل صورت گرفت، مخصوصا در نیمه اول. شما چی تئوری دیده بودید و چرا تئوری شما رو در بازی امروز هم مقابل خوجند ما دیده نتوانستیم که شاگردانتون اونها رو اجرا کرده باشند؟ پیش از همه البته تئوری دیده بودیم، لیکن یک چیز رو باید تاکید کنیم و به این نوبت گیریم که دو بازینگر اساسی ما در خط دفاع امروز بازی کردن نتوانستن، شرکت ورزیدن نتوانستن. این رستم است کمالوف و شرفگان سعیدوف، از این لحاظ کمی مشکلی ها بود و حیات دسته رو کمی تغییر دادیم. و یک چیز دیگر البته تجربه و جوانان ما نمی رسد و دسته خوجند یکی از دسته های پرقوت ترین و داوطلبانی چمپیونی در موسمی چی حاضر چی گذشته همه وقت. البته ما کوشش کردیم هم سازمان دهیم بازی رو از خط حمایه، هم با توپ های دراز بازی کردیم. حتی فرصت ها مناسب هم داشتیم، لیکن از آنها وقتی استفاده نبردیم و گل هم چه خیلی که شما شاهد بودید
мо наметавонем гуфтан ки мисол ин кадар ҳарифи пурқувват моро дар ягон ҳайрат гузошт. На, як голи шуд ки ҳай ин гуна мешавад таҷриба бо ҳамин гуна хатогиҳо мебиёд. خب برنامه را ادامه میدیم بیننده عزیز و اکنون اطراف بازی دیگر گفته میگذاریم که کلوب مرکزی ورزش ارتش هم رقابت خود را برگزار کرد و در این رقابت شاگردان شمس‌الدین قاسمیف با یک گل زده کامرون میرزاخان در دقیقه یکم ایلوگی نیمه اول غلبه به دست آوردند و حریف را به شکست مواجه کردند و به نظر من وخش یکی از بازی های بهترین خود را در موسم امسال سپری کرد اما آنها نتوانستند نتیجه خوب به دست آورده در این رقابت چی نرسید برای دسته وخش تیمی که حالا سرمربی ندارد پیش از همه گفتنی هستم که در حقیقت شما درست گفتید که یک بازی بسیار معنی خوب داشت اینه که وخشی هم مثل پنشیر فقط برای غلبه برآمدند و با رقم یک میگیم با رقم یک بازی کردن و لحظه های بسیار خوب گلزنی هم داشتن یعنی امون رازو اگر استفاده می بردن برای اگر ما ارتش گیریم اگر ارتش در دشوار بود با وخش و چنین یک بازی خوب نشان دادن و دیدیم که در آخر ما می بینیم که کپیتان تیم یک گل وارد دروازه کرد تو همین در بازی برابر دان گویم بله و قریب بود کلوب مرکزی ورزش امتیاز از دست هم در رقابت به نظر شما در همین گونه بازی ها وقتی مشکلی پیش میاد برای تیم ارتش چگونه آنها به بازی های دیگر آماده میشوند مخصوصا مقابل توپ دسته های لیگ اولی استقلال مثال یا مثلا تیم روشن و دسته های دیگر من فکر میکنم که شمس‌الدین قاسموف و یاوران ایوایک هست آمادگی خوب دیدن نسبت وخش برای چی میدونن که تیم خال برای خال ها مبارزه میبرد و گفتنی هستم که لحظه های گلزنی از دست دادن میتونستن یک چند لحظه های گلزنی هم داشتن ورزش یک ارتش یک چیز خوبی دارد که یعنی که تیم کمبیناسیون بازی میکنن اداره توپ به توپ کشاده شوی یعنی مبارزه برای توپ همین چیز دیده میشود و همین چیز را هم موقع های ارتش هم ایروز در همین بازی وخش محکم کرد بله محکم کرد ما همین بسیار یک دقت خوب دادم و میدیم که مربی وخشم که همه وقت در همون جای راست میستود و همه وقت با تیمش چی یک تفسیه میداد و باوری کنید اگر همین بازی دورنگ هم میشد که بازی برابر بود خب اکنون میگذاریم بیننده عزیز از این رقابت بعد دیدوری اخری دوری پنجمین چمپیونات تاجیکستان روشن در میدان خود در حضور زیاده از 13 هزار تماشابین مقابل تیم استرافشان بازی کرد دو دسته سرهوادارترین در لیگ اولی فوتبال کشور با هم رقابت کردند و این رقابت هم با یک گل جانبست شد ساموئل فوری در دقیقه 47 رقابت توپ را بعد در این دروازه استرافشان زد و غلبه تیمش را جشن گرفت از این پیشتر هم بازیکنان رفشان گل زده بودند ولی بعد از دیدنی ور این گل بیکار کرده شد خب ببینید روشن در میدان خود در مقابل دل خواهری وظیفه دار است که پیروزی به دست آورد و در بازی مقابل استرافشان هم همین چیز احساس میشد چون مخلصان خیلی زیاد با میدان آمده بودند و اونها هدف داشتند که نتیجه خوب به دست آورند خب ما اما شاهد تنها یک گل شدیم هرچند یک گل بیکار کرده شد شاهد یک گل شدیم یعنی معلوم میشود که بازی کمبیناسیونی از سوی هم روشن و هم استرافشان کمتر دیده میشود من همینه گفتنی هستم که 13 هزار گفتید بله همین آمادگی همین ما چمپیونات هم بگذارانیم برای چی مخلص بله احسن به مخلص های روشن در جای اول هستن بله بار کنید وزیم شما در باره استرافشان گفتید استرافشان میدانش تو حاضر آماده نیست ما نمیدونیم مخلص های چند نفر بودن در اینا در خوجان بازی میکنن البته مقدارشون کم هست نگیم که بینید این روز یک اید است در کلوب و این ایدم البته ببینید که با زیدی چنین دستا با مانند استقلال روشن حتی اسخطه
یعنی کماندو تیوری خوب میبینن. خوب میبینن. خب با گل روشن سر اول از جانب شودی مرودوف بیکور کرده شد از سوی وار به خاطر اونکه با دست بوزی کرد و حرکت توپ رو تغییر داد. گلمراد سعدالله هم بعد از خلاصه‌گری این گل رو بیکور داد. ولی در نیمه دوم الکای بوسنگر روشن با گل زده خش با پیش برآمدند. ببینید دو لیگیونری اسوسییاش رو از دست جواب داد. روشن فلوبوسی برزیلی و همچنین بوسنگری مولدوا. و با این حیات هلو چه انتظاری ها دارید از تیمی روشن در موسم امسال؟ چون بسیاری ها میگن که این روشن روشن سال گذشته نیست. البته جواب دادن بسیاری کاری خوب کردن. همین استودیو ما گپ زده بودیم نسبت لیگیونر. اونا لیگیونری با نام لیگیونرن. هیچ گم ندارد که اونا ضعیفی خودشون نشون دادن لیگیونر رو روحبریت دسته گرفتن چیکار کردن؟ تیز اصلاح کردن. یعنی که با وطنوی خودشون برگشتن. روشن حوزی گفتن یعنی که سه خولی که با روشن در کار بود گرفت. در حضور 13,000. فرق ندارد که بازی یعنی که مربی از کنتر هجوم ها سر کردن بازی همی سرگیم. یعنی بازی اونقدر یا که ور دید گل اول. بینید داشتن ور. ور نمیشد چی؟ گل حساب بود. حساب بود. برای ور در بازی ها باید باشد. باشد. و چونین نسبت داور. چونین داورانه که زینی دینوف سایو زینی دینوف گلمرد سعدالله اینو یک اتالون فوتبال ما هم وقتی که اینو داوری میکنه باور کنه که آدم یک کیفیت میدونه که در این بازی دغلی نمیشود. بله یعنی بازی رو خوب کنترل کرده میتونه میتونن برن. بله. برای اول داوران جوان از همین داورو عبرت آموزی. بله تشکر زیاد. اهل دین توردیف سرمربی دسته روشن هم کوتوه اندیشه خود رو وابسته به این بازی بعد از رقابت بیان کرد. هچ خیلی شما شاهد بوده در قسم یکم بازی با فایده ما بود. او مومنت هایی که ما داشتیم استفاده بردن نتونستیم. بگیم در تنفس ما با بچه ها فهموندیم که هر یک حالتی که میشد گل زدن ما باید استفاده بریم. و در قسم دویم در سری بازی دویم قسم ما گل رو زدیم. بگیم بعد گل کمتر بچه ها با خطاگی ها را دادن و کمتر بازی رو از دست دادیم. بگیم بچه ها با بچه‌ها تشکر که تا آخره طاقت کردن و غلبه رو به دست آوردن. خب ادامه میدیم برنامه 90 دقیقه رو و اکنون از شهر رو توضیح میگذاریم با بخش بهترین های دوری پنجمی چمپیونات تاجیکستان مخصوصا با هیئت رمزی دور که 11 بازیکن بهترین با هیئت رمزی شامل شدن. در دروازه بوس هم دروازه‌بان ریگارتاداس ابراهیم اسماعیلوف قرار گرفت. در خط حمایت بختیار قلندروف، کامران میرزاخان و ساموئل اوفوری. در مرکز شرف جان صالحوف، نوزیم بوبوجونوف. خب همچنین در برابر او آمادونی کامولوف و احسان بوبویف قرار گرفتند. در خط حمله 3 نفر این فرانک نونگا، آرتیوم سردیوک و الیک بلیسینگ. زاینده رحیموف بهترین مربی دوری پنجم از روی فرضیه شبکه ورزش اعتراف گردید که دستش تا حال با بخت روبرو نشده است. و چیزی جالب آن است که در خط حمله 3 فوتبالبوز خارجی قرار گرفتند که دو توی اون دوبل کردند و یک توی اون یک توب زدند. چرا حملگران ما کم فعال هستند؟ حملگران تاجیک تاجیکستانی را در نظر یعنی حملگران ما غلبه نکردند. یعنی که وضعیت وضعیت غلبه کرد اما حملگرش در این بازی موفق نشد. برای گل زنی کلوب مرکزی ورزش غلبه کرد حملگرش موفق نشد. از ریگارتاداس هم حملگر بازیکن خارجی کواد و فریمپون گل زد. از خوجان هم همین گونه. یعنی حالا حملگران ما خیلی کم فعال هستند در موسم امسال. برای من تیم برقچی وقتی ما نمبر میکنیم من چند بار از همین جنگ زدن که آفرین فدراسیون فوتبال برای همین یک فکری درست. بله. جای چندم هم میگیرن نه. بله. اینا هر یک خطایی که میکنن اصلاح میکنن و وقتی که پرچم بردار ملت ما میشن در بازی های پیش ایستاده سطح بین المللی اینا یک خطایی نمیکنن. بله. و فکری من باید نکنن. بله. و هر یک خطایی ها مربی ها باید چیکار کنن؟ کار کنن. کار کنن. برای ما آینده ما از بچه های ما وابستگی دارد. بله. از سه لیگنری که ایروز درخشیدن یا لیگنری که نقص بوزی میکنن وقتی که ما این سخنا میگیم البته روحباریت دسته یا مربی ها میگن که نگاه کنید 90 دقیقه شما را گاو میزنن. اونا باید دونن که اونا وطنی اومدن که ایده این وطن فوتبال بود هست و میمونن. بله. یا پیشروی خوب هم میشد آینده ده. برای اول اونا همینا باید حس کنن عرق جبین ریزن باید. بله. لیگنری ما بیاگیریم در ایران 3 نفر بازیکن ما در ایران بودن. بله. یکی از این پسر من شریدین بوبویف. بله.
دیگرش پنجشنبه احسانی پنجشنبه سیمش تازه را بازی دارد و نفر چهارم هم بود منو چهار سفر چهار نفر یعنی که مخلصان و روحبریت دسته همه وقت با شما میگن که شما یعنی خارجی هستید یعنی از بازیگران محلی باید یک سر و گردن دو سر بله. یک سر دو سر یعنی همه وقت همین میرد با شما مخلصان همچنین بله. چه مخلصانی ما باید که ما باید که تربیت کنیم بچه های خودمان لیکن بله. اگر لیگنری که ما میبیاریم بیاریم باید که باید صفت اعلی داشته باشه من میفهمم بله. که مربی ها یا که روبری دسته میگه ما پول نداریم بله. پول نداریم لیکن شما در جای پایان هستید با هم بچه های خودمان هم پایان در میستید شما بله. خوب نیست که بچه های ما تربیت کنیم بله. با گفتنی هستن که لیگ یکم لیگ یکم در حقیقت در لیگ یکم ما باید اهمیت زیاد تیم برای که بله. بچه های محلی هستن بچه که جوان هستن بله. اونا خوشون نشان تیانو با کماندای بهترین ما با مانند استقلال بله. روشن و خوجند و اسخط و ریگر دیگر ارزنده شما را میگیرن بله. یعنی که از همینجا سلکسیونی کار باید رود روید. یعنی فوتبال ما فقط در لیگ نیروی چهارم درجه پنجم درجه باید نباید باشد بله. دویم درجه سیم درجه باشد جنی بله تشکر زیاد و بیننده عزیز بهترین بازیکن دوره پنجمی لیگ اولی حملگر دسته پنچر فولبوزی که در بازی دسته پنچر مؤلف دو گل شد فرانک نگون که دانسته شد و او غلبه اولین دسته پنچر در موسم امسال تامین کرد واقعا هم احسن میگویم بازیکنان دیگر هم نامزد بودند یعنی ارزنده بودند که جایزه بهترین بازیکن دوره به دست آوردند بازیکن استقلال دو گل زد بله بازیکن استقلال بلسینگ الکی بازیکن دیگر تاس شرف جان صالحوف و باز چند نفر دیگر و از فرصت استفاده برده این فوتبالی دسته پنچر رو هم تبریک میکنیم و باور داریم که باز میتواند در آینده با دسته پنچر که حالا در تهخانه جدول قرار دارد کمک خود را رساند خب بیاید اکنون توجه میکنیم به جدول مسابقه که دسته ها چگونه موقع گرفتند چون همیشه در صدر اول جدول استقلال که بدون باخت بازی های خود را ادامه داده ایستاده است با 15 امتیاز اول است کلوب مرکزی ورزش ارتش 13 امتیاز دارد در زینه دوم ریگارتاد است با 11 امتیاز در زینه سوم هستند خب بعدن دسته های دیگر موقع گرفتند در جدول مسابقه و دو دسته که در زینه های اخیر هستند وخش و پنچر که هر دو هم 3 امتیازی به دست آوردند و در همین موقع قرار گرفتند این در البته جدول مسابقه خب بازی های دور ششم بیننده عزیز روزهای دهم، دوازدهم و پانزدهم اپریل صورت میگیرند در این میان سوپر جام تاجیکستان است روز یازدهم اپریل که استقلال و روشن در ورزشگاه تالکو آرینا با هم رقابت میکنند روز دهم می باشد خوجند با پنچر حاصلات با برقچی اسخرت با ایستا روشن کوکتوش با کیمویا دو بازی در روز دوازدهم می صورت میگیرد و دو دیدار دیگر روز 15 می با اشتراک وخش روشن ریگارتاد از استقلال برگزار می شوند که بازی های بسیار هم مهم هستند ریگارتاد از استقلال که بدون باخت موسم امسال را ادامه می دهند حالا با هم روبرو می شوند به نظر شما بازی مرکزی دور کدام است فکر می کنم که بازی مرکزی بود که تحت استقلال و ریگارتاد است بله بله بهترین بازی و خاطرسون میکنیم بار دیگر که روز 11 می در ورزشگاه تالکو آرینا سوپر جام تاجیکستان برگزار میشود با اشتراک چمپیون فعلی مملکت و برندگان مدال نقره موسم گذشته دسته روشن همه شما مخلصان فوتبال رو به تماشای این بازی دعوت میکنیم چون بازی هم در روز استراحتی برگزار میشود و ما از دیدار این دو دسته فوتبالی کشورمون یک رقابت خیلی جالب و دیدنی رو انتظار هستیم خب پس کارشناس همیشگی برنامه مربی شایسته تاجیکستان ظهیر بابایف بسیاری سپاس میکنیم که در برنامه ما امروز اشتراک کردند بیننده عزیز و ارجمند در همینجا برنامه 90 دقیقه را به پایان میرسانیم تا نشوه دیگر صحتمند و پیروز باشید خیر